بریم استاد استاد کارون تنظیم الان اینجوری من خوبه ها امیا پایین صفر کنید اینو بده تو چیزو دسته رو که فرمودن بدید تو آه که احلوش چیه آره بعد من به این تون نیاز ندارم مشکل این احلو هست برو حالا ده بعد هم میتونم بیارم دو بیارم. نه آره آره اینو سرگیری نکنه برو برو خوبه نه دیگه نمیاد سفت آقا برو سلطان جنبل قربان قبل این مشکلاتو نداشتیم واقعا نداشتیم یعنی الان ببین برای خلق الله ما داریم چیکار میکنیم فیس ما هم کسی نمیدید حالا آره الان بزک دوزک هم میکنی میای سر زبط قبلش بابر اتاق گیریم با موضوع تو میری؟ فکر کنم مامان من بریم دیگه این این شما میبینی از رو داره رکورد میکنه من میبینم که یک دقیقه دوازده سانی هست که داره رکورد میکنه هر موقع میدونید که... برو بریم آماده ای سر چل ها سر چلو شیش؟ نه بیشتر سر چلو شیش قبلی سر چل پنج بود میاری جیمی؟ صحیحا. جیمی میده.

سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام روبرومونم فرزاده حالا توضیح میدیم که چرا منم سلام آره. شما فرزاد نمیبینید فرزاد نشسته پشت اتاق کنترل الان خیلی همه عوض شده حالا دمش توضیح میدیم امروز قسمت اول فصل چهارم اونه که میشه هم قسمت 146 ولی همطوری گفتم که در باشید خیلی اتفاق افتاد دیگه تغییراتی که انجام شده رو توضیح بدیم یواش یواش توضیح بدید. شما داری چیزی اول بگی یا من همه رو بگم بگو من مشارکت میکنم اول اینکه قرار شد که ماها تصویری ضبط بکنیم و اینکه تصویری ها رو توی یوتیوب بذاریم ت... چقدر هم کار سختیه در واقع تصویری هم ضبط بکنیم تصویری هم ضبط بکنیم تصویری توی یوتیوب یه سری چیز کانتنت اضافه هم داره که خب ما مثلا قبل از اینکه رکورد بکنیم و اینا میذاریم چی صدا ندم چش صحبت بکنیم خیلی خودمونه قبل از اینکه در واقع رکورد اصلیمون هم شروع بشه ما هم تو میذاریم زد بشه ببینید قبل از اینکه ما اینجا به اون قسمت سلام برسیم چه بدبختی هایی داریم و نداریم نه همه همشون نشون نمیدیم قطعا آره مثلا کارون واقعا نمیشد کارون نشون داد قبل از آره ده. حرفای عجیبی داشت میزد بعد اینکه جونم براتون بگه که دیگه چیا داریم یه قسمت داریم که اخبار روز هفته رو میخوایم بهش بپردازیم یه چند تا اخبار حالا جالبی که هست و فرزاد در ما انتخاب میکنه ما هیچ ایده ای نداریم که چیا میتونه باشه فرزاد اس برد... نمیذاری هم فرزاد صداش میکنی چی بگم نمیدونم. <تصفيق> اگر... <تصفيق> اگر لقبی کسی چیزی داره بگه ما برای فرزاد میذاریم آی منمونه اون خوش خونه <applause> ما را واقعا به کسافت کشیدن یعنی تمام مبلا جاشون نوض شده از همه جا سیم اومده حالا تو استوریایی که گذاشتیم معلومه دیگه چیا داریم اون قسمت خنده داره رو کلا ثابتیمش بالا ها؟ <applause> اونا داشتیم از در اشتباهی وارد قضیه می شویدیم. هیچ وقت نتونستیم وارد آره حاجی بعد دیگه این که براتون بگم که فعلا همین, همین دیگه, چیز خاص دیگه نداریم نه خیلی خوشحالیم که برگشتیم خوشحالی؟ چیز یادتونه چی بود اسمش؟ فردون زندی فردون فرد خیلی خوش وید. اومدم آره اینا از آلمان اومده بود ایران فارسیش بعد بود و اینا مص... چیز گزارشگره باش حرف میزد بله من برگشتم خیلی خوش برگشتم آره خیلی خوش برگشتم خیلی خوش اومدم چرا وقت نبودیم آخرین چیزی که ضبط کردیم 19 مارچ بود آره دو ماه و دو هفته متاسفانه ما غیبت را داشتیم قشنگ مرک یعنی دو ماه و دو هفته آره نبودیم آره دو ماه و دو هفته خیلی زیاده مدتی که نبودیم اتفاق حالا من میخوام در مورد اتفاق, این اتفاق چه... بگم این پادکست یه مشکلی داره وقتی ما پشت زیاد ضبطش میکنیم دیگه اواخرش یه حالت خسته ای بهمون به درس میده وقتی آره وقتی که میخوای موضوع رو آماده کنیم سر زب که خب همیشه خوش میگذره بعد اون آخرش اینجوری که با این ایده رو کی داد و اصلا چرا ما هر هفته باید بیای ما سخت میشه ولی این سری که حالا خیلی غیبتمون طولانی شد معمولا ما سر یه ماه یه ماه یکی دو هفته خودمون دلمون تعیین می اومدیم آره این سری دیگه خیلی درگیر روزمرگی شده بودیم من و ایمان خیلی طول کشید برگردیم دیگه واقعا به احساس یه پوچی خیلی بدی رسیده بودیم تو چند تا استوری هم که رفتیم گفته بودیم اصلا انگار یه بخشی از زندگیمون بود که خیلی مهم بود ولی خودمون بهش آگاه نبودیم اصلا مشکل آدمیزاد اینه که شما وقتی یه چیزی رو داری قدرش رو نمیدونی به محض اینکه از دستش بدی تازه شروع می‌کنی به دونستن قدرش آره حالا برای ما همینجوری شده بود این پادکست بود و چهار پنج ماه پشت سرم هم می‌کردیم. میکردیم حواسمون نبود مثلا چقدر خوش میگذره و چه نقش مهمی تو زندگیمون داره اون موقع که قطع شد فهمیدیم که اوه چه داستان بدی بود الان دیگه من حرف زدم هم یادم رفته دیگه جمله ها خیلی سخت بیرون میاد <تص> شروع میکنیم تو زدن یه سری در واقع هم باید بگیم که ما کارون رو معمولا نیبینیمش. یعنی معمولا تو این پادکست و پادکست و فوتبال و فوتبال میدیمش می دیگه این مدت واقعا از هم دور بودیم این مدت اصلا دلمون رو نمیدیدیم آره دلمون عجیب برام دیگه تمیش جواب مسیج هم نمیدادیم معمولا نمی فقط خودم من کارون هم نمیداد کلا یه دیگه... تو داشت ادامه تحصیل می‌دادی. دیگه داشتم تحصیلمو تموم می‌کردم. این کاری کثیفه با صحبت میکنیم بریم در اتفاقی که افتاد بفرمایید من سوال اینه که ساسی مانکن چی شد یعنی خانم نظر چیه ترکون دیگه اصلا کجا اینطور شد مدتی که ما نبودیم چرا همشه اتفاق افتاد و تو مدارس مدارس مدت زمان ما واقعا اینطور نبود بابا زمان یعنی... اون آقای کاه میواد با خط میافتاد به جون <تصفح> ها جونبل قربان بچه‌ها با خانم معلمشون میرقصن <تصفح> <تصفح> اصلا نمیدونم چجوری آدم میتونه این طور اذیت نسل اشتباهی به دنیا بیاد آره واقعا و به نظرتون چرا اینطوری شد یعنی واقعا خیلی آهنگ گیرا بود 6 و 8 دیگه جواب میده دیگه این ساسی دوباره برگشت به اصل خودش به آره. مدت آدم حسابی شده بود و های درست حسابی نه اون قیافه ای اون موقع که ما سداش میکنم. اون کنسل داشت یاد بود. آره این الان دوباره برگشت به همون مدل آهنگای اون موقع که از شکم مامانم اومدم بیرون و... کالیفرنیا آمریکا آره علاماتی. بعد اتفاق دیگه که افتاد حالا یه ذره تر ما یه ماراتون دویدیم که واقعا <تصفح> سختترین به سخت کارهایی بود که تو زندگی کرده بگو یه زر... ما نداریم حالا توضیح میدم فرزادم یه هفت ماراتون دوید همون روز از یه جای شهر مثلا فول ماراتون میدن که 42 دو, دو دهم همه کیلومتر از یه جای دیگه میدونن 21 و یک دهم و... یک دهم ده و اون که اون میشه هفت مارتون. ما هم از دور آره. استوری های شما رو آره. و واقعا یکی از سخت کارهایی بود که من تو زندگی کردم یعنی اصلا به هیچ کس بیشتر چند ساعت طول کشید برای من پنج ساعت و خورده ای ولی اینطوری بود که مثلا من مثلا هفت ماراتون اول 21 کیلومتر اول مثلا خوب دویدم بعد دیگه یواش یواش تمام قسمت های بدنت شروع میکنه از کار افتادن یعنی دونه دونه مثلا سا عدسه که میکردم یه جوری بدنم درد میکنه انگار مثلا داره میفته دونه دونه مثلا اجزای بدنم داره الان از جا در میاد و میفته خیلی درد داشت یعنی واقعا یزی بگم یزی شما آقا تمرین میخواد این کارا باید آره آره برنامه ریزی بکنید براش من بدون تمرین رفتم و یه پنج ساعت و خورده طول کشید از کیلومتر سی به بعد و را دیگه راه رفتم دیگه, دیگه, واقعا آره یه چیزی هم توی پام بود که کف پاییزی است از کف پا میره تا انگشتان پا یعنی از اون پاشنه پا می... یعنی از اون پاشنه پا میپیچه میره به انگشتان تاندون یا فکر کنم تاندونه و اون کش اومد و آقا تبریک میگم آره دکتر این که گفتش که بره هشت ماه تا یک سال و نیم طول میکشه خوب چیه <تص> <تص> بازه عجیبی داره گفت بخاطر که روش راه میری و هیچ وقت نمیتونی مثلا استراحتش بدی اونطوری برای همین معمولا خیلی طول میکشه اگر اینکه تمام مثلا ورزش ها رو بکنی و یخ بذاری و فلان و اینا که نمیشه فعلا یه لنگون لنگون راه میرم کجدار و مریض کجدار و مریض فرض شما هفت مارتون چطور بود؟ سخت بود. به سینا که سخت گذشت. دوستی داره سینا اون خیلی اذیت شد. منم سه کیلومتر آخر یه درد جدید اومد تو پام که هیچ موقع نداشتم و به کجای پاتون درد گیره؟ اونم کفش بود. ولی یه دونه پام بود و هیچ موقع اون درد رو نداشتم. خیلی سخت بود که ذهنی دیگه اون سه کیلومتر رو تموم کنم ولی سخت بود. ولی خوش گذشت. خوش اصلا دویدنی نیست پیشنهاد میکنم من چرا من درگیر بودم ولی آخه من بخوام برم ماراتون بودم و با برم تمرین کنم من نمیتونم یه یهو برم خب چرا نمیشه دیگه اینجوری سخته ولی تمرین باید خیلی ها میکنم. میره که بدون فقط من نه من دور خوشم میاد ولی داشتم دیروز به فرهاد میگفتم توی چیز توی این دوه من دو تا اپیزود جوروگن گوش کردم یه دونه فایتر اندکی یعنی کلش داشتم پادکست گوش میکردم و مثلا فکر کن یه اپیزود جوروگن خوش خیلی طولانیه من دو تا کامل گوش کردم با یه دونه مثلا یه پادکست دیگه خیلی سخت و طاقت فرسا شده از لیوان بگی اینجا لیوانمو خاله من خریده گوسفنده و خواهرم میگه چون که تو خیلی آدم گوستانی هستی برات لیوان گوستان خریدم گوست پن. بعد بعد ماراتون براتون بگم که خانواده کارون اینجا بودن خود میخواد توضیح بدی؟ گفتی دیگه توضیح دادی نه بیشتر توضیح بده ببینیم چطور بود خوب بود دیگه بعد از مدتی که ما تنها زندگی کردیم در قربت و ما یه نزدیک سه ماه پیش من بودن بله بعد دیروز رفتن اون سر کانادا پیش بقیه بچه هاشون مارکو باشد. پولو وار آره خب همین دیگه خوش گذشت بله غذای خونگی هم خورد نگم براتون ولی وزن اضافه نکردم اصلا چی وزن اضافه نکردی اینجا هر... همه کسی که تنها زندگی میکنن بعد یه مدت خانواده رو بیاد معمولا وزن اضافه میکنن که من مهانه کارنجی بودم من وزن اضافه کردم <تصفح> <تصفح> ما رفتیم خونه کارینا <تصفح> <تصفح> یه کوفته دو... تبریزی مونش به ما داد ببین یعنی واقعا نگم برات خوش گذاشت. خیلی خوب بود خود کارون نبود خدا رو شکر اگه بود اونجا رو به تبدیل میکرد انقدر خندیدیم آره خوش گذشت بد باشی. <تصفيق> 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 خیلی کوفته تبریزیشون خوب بود بعد دیگه اتفاقات جالب دیگه که افتاد چی بود جونم براتون بگی که من فارغ تحصیل شدم آقا واقعا هم مبارکه حالا هنوز فارغ تحصیل نشم نمره اومده همه رو پاس کردم واقعا مبارکه دفاع رو هم پاس کردم دیگه مشکلی نیست یعنی اون اوایل که ایمان شروع کرد هیچ کدوم ما ها فکر نمی کردیم این روزو ببینیم من خودم هفته بعد دیگه هم. فشار بهش می اومد همش قر می ما هفته اول چیز فکر کردم که تا ماه دوم دیگه صد درصد این لامصب توی کانادا یه الهه هست بهش میگن الهه نن من قریبم توی دانشگاه ها این حکم فرماست هر کی تو کانادا دانشگاه میره شما محمد من نه آه. یه جوری قر میزنید من الار... تقصیر خودم بود یعنی يعني... تو دنیا دانشگاه نرفتم من نمیگفتم که درس من سخته میگفتم من واقعا آدم نه ماه چیزی نیستم وقت ایمان تنج. وقت میخواست واسه کاراش آره من... درس سختی فکر کنم ولی واقعا اینکه که یه مدت نبود خیلی وقت آزاد کرد چون شنبه یه شنبه میتونستم قشن بشینم بیکار باختم. باشم <تصفح> نه استراحت کنم ولی دو هفته اول فشاری که ایمان تو گروه خود دو هفته اول شروع کرده بوده یعنی ماه اصلا اون موقع ما فکرش نمی‌کردیم آخه چرا به خاطر که هر موقع حالا که دانشگاه رفتن میدونن هر درسی داد مثلا مدرسه هم میرفتی همین بود دو هفته اول میخوای همه رو مثلا از اول بخونی میگی مثلا تمام ریدینگ ها رو انجام میدم آره. تمام هومورک ها رو مثلا انجام میدم جلو جلو, جلو میخونم آره. زن هم باشه من اون دو هفته اول فشاری که بهت میاد دیگه کلا بی خیال میشی دیگه بابا دانشگاه اول هر ترم میشد نه دیگه این ترمو بریم درس بخونیم ولی... نه نه میدونی من کی میشد موقع امتحانا که میشد میگفتم از ترم دیگه صد آره. درصد از اول شده هیچ وقت شخ... اتفاق هیچ شخ... نهار. اه... وقت تحصیل نشدم ولی تمام امتحانات اینا رو پاس کردم فارغ تحصیل جشنه دیگه یا یعنی الان فرق تحصیل محسوب میشه چه جوریه نه تو ایران میگی فرق التحصیل یعنی این که تموم شده اون ورقه رو بهت میدن که شما هنوز ورقه رو به اون ندادن نرسیدم برا برا ما یه ایمیل میگن اینجا. یه ایمیل اومد از مجلس سنای دانشگاه که گفتن مدرک شما دیگه قبول شد آها شده. کانفراله ها باره. مثلا تو کانفرت میشی به قول چیز اول بعدا میری برای اون جشن فارغ و آره اون جشن او؟ خیلی مهم نیست دیگه آخه اون جشنه مگه اون... چیزو بهتون نمیدن مدرک که میتونی... اصلی رو میدن ولی خونه اگه مد... نری مثلا میدونم قبلش به تو یه ورقه میدن میگن کامپلیشن لتر اون یعنی اینکه شما این مدرک رو داری دیگه. با اون میتونی همه کار بکنی بله. من زن هم با اون... میتونه نه اینو نمیتونه. نمیتونه ولی من با اون اینجا مثلا اجازه کار تونستم بگیرم زن نمیشه گرفت اون خب پس اخت سیف آره اه... بعد دیگه اتفاق دیگه ای تو ذهنت هست که افتاده باشه تو این مدت ما در صحبت نکرده باشیم چرا اتفاق زیاده بفرمایید یکی این که پرس پولیس برای سومین بار متوالی قهرمان لیگ شد بله. این دیگه عادی شده برای ما ما این موضوع صحبت نمی هرچند عزیزان استقلالی خیلی صحبت میکنن از اونور ما تیم سپاهان رو داریم که یه این چه داره فرزا جانون پشت مربیشون از مهندسی نتایج صحبت میکنن قل که خودشون یده طولایی اصلا توی ورزشگاه ما دارن منم آره منم. بازی پرسولیس بود تو ورزشگاه داد میزدن رئیس مافیا که میزد تو سینش می‌گفت منم خیلی خوشم اومد که مرد واقعی به اون ایشون از مهندسی نتایج جان صحبت میکنن. با. امروز ما دبل کردیم اونایی که آشنایی ندارن چون هیچ که آشنایی ندارم بگم تو 20 سال گذشته فقط دو تا تیم دبل کردن که جفتش پرسپولیس بوده تو آسیا چیکار کردی تو آسیا ما قطعا نتایجمون از شما بهتر بوده نه واقعا میبینید دیگه حالا یه روز ما راجع قهرمانیایی که شما میگی تو آسیا راجع صحبت میکنیم که من مطمئنم خودتون نمیدونید چه جوری قهرمان میدونیم. میدونیم همه چی میدونیم نه حالا خیلی بحث تیمی نکنیم با. امروز دوالی کردیم واقعا مبارک خب, ایم ایم <تصفح> خب. دیگه خب بعد دیگه براتون بگم که من و تو نفری یه سال پیر شدیم ولی بزرگ نه آره ما اینو یاد از رفت بگی ما اه گفتیم تولد و اینا رو نگفتیم نگفتیم نه. آره ما پیر شدیم ولی بزرگ نه و تمام کسایی که تبریک گفتم ما نشد واقعا تبریک جواب بدیم چون که توی اوج گرفتاریا بود از تمام دوستایی که تبریک گفتن تشکر میکنین دیگه من این داره واقعا میره رو نرو خودم انقدر صدا داد دمتون گرم دیگه مرسی خیلی ممنون برنامهت برای سال چیه برنامه هیچ همین روند بزرگ نشدن ما قرار ادامه بدیم تا ببینیم به کجا میرسیم ولی چند تا چیزم یاد گرفتیم نه بگو دیگه ها بگی دست آره اول چیزی که یاد گرفتیم بود که آقا پدر رو اینطوری چه آره ای بزن بده بالا آره تو این راستایی که مدای من, من، تولدم اومده گذشت پیر شدیم ولی بزرگ نشدیم ما چند تا چیز یاد گرفتیم که جون. میگن که کره رو از شیر میگیرن خب کره از ماست نمیگیرن از شیر به قاعده حالات وقتی شما از یه چیزی مثل شیر بتونی کره بگیری دیگه تو دنیا هر چیزی شدنیه اینو ما فهمیدیم خیلی عجیب بود چیزی که گفتی میدونم خب دوم چیزی که فهمیدیم که اینو تو این شعرهای چیز میگن میگن قضا که بله قربان نه قضا بله. که تمامه باید از سر میز پا شد بله اینم متوجه شدیم که اون موقع که غذامون تمام شده باید, سر میز پا بریم دیگه نباید خیلی بمونیم بله و یه چیز دیگه هم که فهم... من امروزشون غذا میخوریم من ایمان, <تصفح> ایمان همیشه غذاشو سریع میخوره رفت خیلی سرعت غذا خوردنم عجیب بالاست و این منم عجیب کندم صد درصد توی مدروده من اثرات منفی عجیبی خواهد گذاشت صد درصد زخم چیزی آره. بعد دیگه تمام شد من بلند شدم و این چیزی که فهمی که خیلی مهم و عمیقه حالا دو تا قبلی شاید خیلی مهم به نظر نمیاد ولی بود این بود که فهمیدیم که آقا اون کمبودایی که آدم از درون خودش احساس میکنه اونا خیلی سر و صدا دارن درون خودش احساس آره حالا انگلیسی سر میگن این سکیوریتیز خیلی بلنده،, بلنده خیلی مثلا جلوه بیرونی داره بلد. ولی میگن که اون اطمینان و اعتماد به نفس خیلی بی صداه کانفیدنس اینم تو این دو ماه نه تو این یه سالی که تولدمون بود و پیر شدیم اینا رو فکر کنم فقط خودش من چیزی از اینا زیاد دارم گفتم دارم جمع بگم ولی این تا برام بود ولی <تصفح> اولش خیلی مهم بود که کرره از شیر میگیرن از ماست ازتون پرسیدن بگید بعد اتفاق دیگه ای که افتاد چه اتفاق دیگه افتاد اتفاق خیلی افتاده داریم از ذهنمون رفته اینطور داریم پیر میشیم اتفاق ننوشتی دیگه رو کاغذ دیگه من اتفاقی که رو کاغذ بود تمام شد دیگه من همین میخوایی تو چند تا چیز بگی قسمت جالب نگیم جالبم بگیم جالب داری؟ بله بگو جالب من دو تا تو ذهن همه یه عدد بگو بگیم جالب دو دو. نرسید؟ نه دو دو خب باشی دو مال بازی امروز چیز بود فینال جام حزبی بود این بحث و تیمیش نکنیم خب اصلا تیمی نیست بگو آقا این بازی قرار بود ساعته نه شب ایران برگزار بشه درست ولی با 139 دقیقه تاخیر به زور تونستم برگزار کنم با چه شارلاتان بازی مشکلش چی بود؟ حالا داستان این بود که بازی داشت توی ورزشگاه فولاد آرنا احواز برگزار میشه جدیده آقا. آره شوهده های فولاد بعد بین پرسپولیس تهران و داماش گیلان, گیلان. بعد ظاهرا داماش طرفداراش یه تعدادی حالا اعداد مختلفی من از دو هزار شنیدم از 2000 شنیدم تا عدد 300 یعنی از 300 تا 2000 نفر اینا پاشون از گیلان رفتن احواز بعد ظاهرا اینجوری بود که در ورزشگاه رو که وا کردن پرسپولیس خب چون طرفدارش قطعا از داماش بیشتر اینا همه رفتن ورزشکار رو پر کردن به این بند خدا جا نرسیده بود برم بشینن مونده بودن بیرون چون خطرناک هم از طرف داره دو تیم و کنار هم بشونی آره. باید جاشون مجزا باشه و وسط فاصله باشه و این داستان فقط این... تو ایران این قضیه جای دیگه نهیدم نه. همه جا فاصله, جای جدا بزارم. بزارم. فاصله نه فاصله آره بزارم. ولی جاهاشون جدای همشه تو بستگی داره یه کشور هرچی به از اروپا به سمت شرق بیای مثل ایران <laughs> میشه بیشتر قرب خیلی آرومترن هیچی خلاصه این بنده خدا بیرون موندن بعد از اونور مدیر عامل داماش میگفت آقا اینا را ندید ما نمیایم بعد تماشاگرا میگم تماشاگرا بازیکن ها اومده بودن تو زمین نه بابا واقعا نمی اومدن نمی اومدن اومده بودن این داماشو نمی اومدن بعد یارو این آقای نه فتحی کیه الان برکنار شد سرفرست مسابقات نم کیه الان بر برکنار شده بر همین میکروفون داده بودن علیزا بیران دروازهبان هم پرسپولیس که شما به تماشگره بالا بگو اینه یه جا به یه سر جا جا شن جا برای اینا خب مگه میشه این چه مدیریتی شما داری یعنی آخو... یه نفر اونجا نیست از قبل فکر کنه خب ما دو تا تیم داریم اینا هر کنو اینقدر تماشگر ما بعد از قبل جا اختصاص میکروفونو میدی دست چیز دست علیزا بیرامون بعد اصلا یعنی ببین این فقط یه حالا جاوا کردن واقعا حالا, حالا بذار بر آخرش یه تریکی زد خدای یارو گیم آف ترونز اونایی که دیدن میدن این لنیستر اینجوری چیز نمیکرد بازی نمیداد آدم رو آقا چی حالا میکروفون دادم به نمیشه آقا مگه مسخره بازیه بعضی مرد فرشاد پیوس توی استادیوم بود داشت میگفت توی استادیوم توی استودیو بود داشت میگفت آره زمان مرحوم ناصر حجازی و پروین اون موقع تماشاگرا تو آزادی رفته بودن روی این پروژکتور نشسته بودن اینا تو تو میکروفون گفتن بیاید پایین دونا اومدن بعد این جلو به ایران وند بگه جواب جوشی نمیتونم تماشاگر بیارم خلاص هی چی همینجوری هی تلویزیونم دیگه من خدا حرف نداشتم بزنم آیتم نداشتم دو مسخره بازی دیگه این یارو اینم که جای فردوسی پور اومد جاشو دزدیدم بود و اصلا کسی هم از اون خوشش نمیاد خلاص هی برو بیا بعد گفتم علیزو میساقی محمد رضا علیزو محمد رضا میساقی هره. همون خواه. اون تو استودیو بود آره آقا بعد یهو گفتن که چیزه ظاهرا بازی قرار آها بعد گفتن که نه میان فکر کن سروش از نیم از توی رخکن پرسپولیس تکست داد به مجری برنامه که داریم میایم بالا همه بازیکن ها اومدن پرسپولیس به خط شدن داماشه به خط نشدن اون گوشه وایس دادن برای خودش خلاصه دوباره رفتن تو گفتن بازی میفته یه روز دیگه اینو این سرپرست مسابقه ورزشگاه شروع شد به خالی شدن آو. از اون اونا را دادن تو ورزشگاه خالی شد بعد از اون رو را, را دادن گفتن بازی برگزار میشه دوباره تماشاگرا برگشتن <تصفح> یعنی این ایده ای که اون طرف زد که بگیم ورزشگاه بگیم بازی, برگزار داردن. نمیشه برید خونه بعد که خالی شد دوباره را دادن واقعا باید تو تاریخ بنویسن و خیلی وجهه بدی داره دیگه به خاطر اینکه حالا یه بخش کوچیکش ما سرمربی تیم ملی جدید عوض شد آقا این آدم حسابیه <applause> پاشو اومده ایران اولین بازی که دید بازی آرفته بود پامپ. اوف اون بود که جنگ و دعوا خونریزی بود. اینم از دومیش اینجا کجاست؟ ما کجا اومدی؟ <applause> طرف چجوریه باز چیز مربی تیم ملی؟ به نصر با شخصیت میاد دیگه مربی بلژیک بود. من شخصیتش چه نه با خوب باشه دیگه اون نسل تلایی بلژیک این ادنازار و اینا رو داشتن. حالا خیلی فوتبالیش نکنیم من بیشتر به جالب بودن این قضیه داشتم. خواستم اشاره کنم خیلی که جالب بوده 140 دقیقه مردم و بعد احوازم گرم بوده نه هوا 50 خورده ای درجه تو اون وضعیت ملت از صبح تو ورزشگاه آقا مدیریت یعنی همین دیگه یعنی شما از قبل ببینید چه اتفاقی میافته از قبل اقدامات لازم رو انجام بدی تمهیدات لازم رو بیاندیش. بیاندیشی بله. نه اینکه ورزشکار خالی کنی خوب الان جوابش بگید اونا بیا بازی برگزار آره جشن خوب گرفتن لاقل من ندیدم <تصفح> داشتم میوادم خونه ایمان به جشن نرسیدی <تصفح> <تصفح> من نرسیدم <تصفح> <تصفح> جالب هفته من این بود که من قرار بود تو خود, خود جالب خودت که تو قسمت خودت نباید بگی که نگم الان قسمت من بگو خب پس فرضت بگو شما دو تا جار گفتی نه دیگه دو, دو رو انتخاب کرد نه من یکی از شما خبراتو بگو ببینیم چه خبره ما نظرونو بگیم خبر طوری که نیست ولی این جزو چیزایی بود که نبودیم حالا خود که نبود ولی اتفاق افتاد یه در مورد سریال تاج و تخت یه بازی تاج و بازی باز... آها سریال گیم آف. یه چیزی تو آنلاین بچه ها زدن oh, oh. که حالا پتیشن نمیدونم اه... که امضا جمع کنن در واقع خوب. که اینا بیان سیزن آخر رو دوباره بسازن و الان که داریم لایو نگاه میکنیم یک میلیون و هزار نفر همین نوشته کردن که... آقا دوباره اینو بسازید آره درست کردن سیزن هشت گیم آف ترونز با نویسنده های قابل آره. آره دوباره هم... بیان کلا عوض کن دوباره از از سر بسازن اینو چرا که جان مثلا دوست نداشتن مردم دیگه ببین خیلی مزخرف شد این سیزن هشش اول که سوتی یعنی اند سوتی بود اتفاقایی که افتاد حالا من اولین سوتی که اومد اون چیزه بود دیگه اون کافه بود که مال استارباکس گذاشته بودن من جای استارباکس بودم یه دونه درینک میزنم به نام گیم آف ترونز احتمالا میزنن نزد دیگه نزن. دیر شد ببین اون رو بعد فردا شیاری یه درینک میزد به نام گیم اف ترونز مثلا میداد دست می راحتیه کن به همین راحتیه ولی خب چیزی که دیگه چیزی دیگه که تو اینترنت به همین یه میلیون خورده ای تقریبا دو میلیون دیگه دارن گیر میدن بقیه اینترنت اینه که آقا ول کنید دیگه. دیگه مثلا یه سریال بوده تموم شده آ یعنی دو دیگه امضا کردن که <applause> آقا مثلا یه چی چون به جای نمیرسه آره حالا من آمی... یکی دیگه بسازم مثلا این دو نفری که نوشتن این قضیه رو دست گرفتن بعد خود آقای جی آر آر مارتین که نویسنده اصلی کتاب اسانگ آیسن فایر این دو نفر یه چیز تجربه مشابه دیگه هم دارن یه سریال دیگه هم ظاهرا بوده که شروع شده اولش خوب بوده بعد اینا شروع کردن نوشتن همینجوری ترمال زدن توش رفتن این آخه واقعا احساس کنم میدونی که اول اینا میخواستن ده تا اپیزود باشه یعنی اونا اچ بی اومد به اینا ده تا اپیزود داد بعد اینا گفتن ما تو شیشه جمعش میکنیم آره دیگه آخه, آخه مشکل فقط سرعتش نبود خیلی کیفیت اومد پایین انگار آره. فیلم خیلی معمولی هالیوود داری نگاه میکنی کی میگفت با چی صحبت کنیم با حسامانوری صحبت میکردیم میگفتش کارگرداناش هر سیزن متفاوته یعنی کارگرداناش هر سیزنش که عوض می یه کارگردان جدید می سرش و اونا خب یه, یه جور دیگه این کارو انجام می دادن. و می خوندم که توی این یکی اصلا از نویسنده اصلی اصلا استفاده نکردن که اصلا تو بیا سر سر آره سر نظر از سیزن بده. شیش بعد دیگه آرار مارتین نبود چون کتابشون ننوشته بوده به اصلا این سیزن نبوده آره، اصلا حالا آره، آره، میری بعد بره, بره, بره کتابشو بنویسه بعدا آره، بچه ها درست خب دیگه چی داری برامون؟ فعلا همین فعلا همین؟ خیلی خوب ب... اه... چون چیزهای جالب ز... زیاد گفتیم توی این اپیزود 27 اپیزود از... سر بذاریم جالبا رو فقط من گفتم تو این خیلی اتفاقات خیلی زیادی رو من گفتم جالباش رو من گفتم درسایی اه... که ما گرفتیم مهم ترینش این بود که آقامون جنتل آقاشون جنتلمن خیلی خب این بود قسمت 146 146 خودکست ما توی تمام فضای مجازی سون توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام توی یوتیوب هم الان که دیگه رفتیم و یوتیوب هم مارو دیگه داریم کسی آره. با... که با... كسه... ایران فکر کنم خیلی سخت باشه یوتیوب دیدن براشون آره. هم فیلتر هم حجم زیادی داره ولی خب هر کی دوستاشون اونجا نشسته دیگه میتونید برید نگاه براشون. آره چرمنده دیگه ما واقعا نمیتونیم حالا تو برنامه هست باشا. که اون قسمت آی جی رو را بندازیم که اپیزود رو حالا به به اضافه یوتیوب اونجا هم برخ... اینجور میدیو آره های جدید. که واقعا نیاز <applause> به چیزای با... جدید هست آره. نیاز به کارمنده جدید هست بیان اینجا دستشون بگیرن دونه دونه آره. آره. ما میریم امروز سه شنبه است که برای سه شنبه پخش کنیم سر چشیشو میریم و پنج شنبه با یه بزو جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدا آخ حسنا